با درود به شما بینندگان عزیز کانال رنگین کمان، به برنامه رنگین کمان خوش آمدید. پس از حمله انتحاری یا نمایش حمله انتحاری موسوم به داعش در صحن مجلس و مقبره خمینی، دستگاه پروپاگاندای حکومتی شروع به تفسیرهای خاص خود نمود و همچنین در فضای مجازی دیدگاه‌ها و نگاه‌های متفاوتی آرام آرام شکل گرفت، نگاه‌هایی که نشان از یک تدبیر بداندیشانه نسبت به بخشی از مردم کشور ما میداد که هرگز نگاه بنیادگرایی در سرشت تاریخی و معاصر این خلق وجود نداشت نسبت به کرد و کردستان. بنابراین درک حقیقی این مسئله برای فرد ما لازم است، زیرا در پس درک و شناخت ما به شیوه های پروپاگاند و تدابیر یک نظام سیاسی در برهم زدن نظم فکری ما و شناخت ما پی خواهیم. مهمان عزیز من اردلان، یوسف اردلان، از تحلیلگران و فعالین سیاسی ایران است. خوش آمدید. و کرد باید بگم ایرانی و کرد به دلیل اینکه در حوزه های متفاوت در مسائل کرد در جهان کرد شما به عنوان یک تحلیلگر حضور دارید. خیلی متشکرم. سلام به بیننده های عزیز و تشکر از سیروس نازنین که این فرصت رو دادن چند کلامی مزاحم بیننده گنجوشید. در ضمن یه توضیح هم من فکر کنم سر چیدمان نوشابه به بینندگان بدم. من نوشابه هم ظاهر آب میوه است، نوشابه یوسف اردلان آب معمولی است. این انتخاب شخصی بوده، درسته؟ یه وقت دوستان فکر نکنن که من امتیاز بیشتری برای خود قائل شدم، ولی به هر حال دوربین مجبورم بگم بله. خب قبل از اینکه ما به این پروپاگاندای این نظام و قصد این نظام از این پروپاگاندا نگاهی بیفکنیم، شما این در واقع حمله تروریستی رو چگونه می‌بینید؟ این حمله تروریستی مثل همه کارهای در واقع پیچیده و مبهمی که صورت می‌گیره میشه به هزار جور تعبیرش کرد. چند سال پیش یادمونه که تو حرم امام رضا هم درقه به قول خودشون در رفت و بعد کسایی رو گرفتن یا نگرفتن یا چی شد و اونقع هنوز داعش خبری نرو قبل از داعش شد و یا چیزهای قبیلی سینما رکس قبل از انقلاب جریان آتش سوزی قبل از انقلاب آتش سوزی قبل از انقلاب که اون جنایت اون به جای خودش بله اونم هست اتفاقا یکی از نقطه هایی که کار 28 مرداد یکی یه بار راجع 28 مرداد نمیشتم از همون سینما رکس شروع کردم که 28 مرداد چه نکبتی برای مردم ما داره، از 28 مرداد سینما رکس تا 28 مرداد 58 حمله جمهوری اسلامی به کردستان. در هر حال ولی این در واقع جنایت ها، این نوع جنایت ها از خود این رژیم منظورم اینی که برمیاد، ولی حالا چرا اینجوری معلوم نیست، اونو میذاریم به یه نوع خورده ریز نگاه کردن ها که در واقع توپیه که خودمون رو بهش مشغول نکنیم. محتوای قضیه میبینیم که بله یکی از اونا به طور مشخص از داعشی‌های بوده که سالها توی منطقه جوانرود و اورامان عضوگیری میکرده برای داعش. سریاس بله؟ سریاس بله سریاس این کارو میکرده بسیار اصلا. و بعد میگن بله در کردستان میکردن و حتی چند ماه پیش بود 30 نفر رو از به قول خودشون این جماعت وهابی که میگن بهشون یا هرچی 30 نفر رو چند ماه پیش بود اعدام کردن.
اینا کجا چجور اینا رو میشناسن؟ میگم بله. اصلا اینا اجازه فعالیت دارن؟ بله. در خود سنندج بارها شنیدم این رو که مثلا سوپرمارکتی هست که اگر بری تو خانم محجبه باشی به تخفیف میده، به شرطی که محجبه اسلامی باشی. خب اینو با هر ننه قمرین میتونه بشنسه که این صاحب این سوپرمارکت کیه و به چه قصد این کار میکنه. خب معلومه یعنی میشناسنش، ولی وقت خودشه که خرشو میگیرن. نکته صد همین. و اما چرا این میدون رو میدن به اونو؟ ما یه توجه بکنیم خود مسئله اسلام و رشد کردن اسلام به عنوان یک پارامتر علیه روشنگری و علیه پیشرفت، نه مال الانه، برمیگرده به اواخر قرن 19، به سید جمال، به حکومت اسلامی و اخوان المسلمین که از اون موقع شروع میشه. و واقعا اون موقع زمان آخر قرن 19 فراماسونری این فهمیده بود و ازش استفاده کرد. بعدها نکته هایی رو میبینیم در همین انقلاب در بعد، مخصوصا بعد از جنگ دوم و استقلال مصر، تونستن با همین نجاح و اقبال لاهوری که جفتشون خودشون رو از سرسپردگان در واقع تابعین و مقلدین سید جمال یعنی از عدابادی میدونستن، پاکستان رو درست کردن. یعنی شبه قاره هند رو نهضت ضد استعماری انگلیس رو تونستن شق بکنن. این موفقیت بزرگی بود براش. اولین جمهوری اسلامی رو درست کردن و یواش یواش از اونجا تربیت شدگانی رو در شرق، در شرقتر آسیا علیه سوکارنو به کار بردن. مسلمان های اندونزی در کودهای اندونزی که اونجا دیگه مشخص تر بود که 1,000,000 کمونیست و سندیکالیست کارگری رو در یک هفته با سرنگونی سوکارنو و آوردن سر کار سوکارتو سرشاسی یک بود فکر کنم انجام دادن. و این اسلحه ضد روشنگری ضد سوسیالیستی رو به راحتی صیقل دادن. و بعدش هم میبینیم دیگه احتیاج نداره ما دوباره حوادث تاریخی رو یاد بیاریم. خود همین کلینتون پار سال صحبت سر این نمی کرد و این ترامپ اصرار نمی کرد سرش که آقا القاعده رو اونا درست کردن. خودش گفت ما القاعده رو ما درست کردیم، ما خودمون درست کردیم. حالا اینجوری هست، ما طالبان رو بله درست کردیم که علیه حکومت افغانستان رو به دست بگیره. بعد طالبان شد القاعده، القاعده شد داعش. تمام اینا در واقع گفتن که ما که در مخصوصا در وجود آوردن طالبان گفتن میخواد کمربند صدر رو دیگه رو راست کلمشو گفتن که ما علیه اون موقع گفتن شاید ما علیه سوسیالیسم این عمل انجام بدیم. ما اینو شوخی نداریم. سرمایه داری آمریکا، اونا همیشه آمادن و همیشه در این که بتونن ریشکن که نمیشه گفت، ولی مبارزه بکنن جلو بگیرن از رشد اندیشه های نو و سوسیالیستی، از هیچ عملی فروگذار نمی کنن. مخصوصا از نظر نظری این دین اسلام دیدن عجب کار عجیبی میکنن. یعنی پس حالا میرسیم به اون بستری که در واقع میشه از درونش این نوع ابزارها رو فراهم ساخت. اما این گونه نیست که، به نظر نمیاد این گونه باشه که القاعده رو بسازن یا نمیدونم طالبان رو بسازن. یعنی در حوزه اندیشه دارم میگم، در حوزه نوعی از دادخواهی، نوعی از نگاهی که در میان جامعه اسلامی وجود داره، نگاه سلفی، بازگشت به یک مبدأ، بازگشت به یک تاریخ مثلا پر افتخار یا تاریخ شریعتی که هر کدوم از اینا دارند، از جمهوری اسلامی گرفته تا وهابیا و غیره. این نگاهی است که در واقع در خود اینها وجود داره، در این جامعه وجود داره. حال این نگاه مورد وسیله و بهره برداری اون قرار میگیره، یه مورد دیگه است. ما وجود داره که اینا استفاده میکنن ازش. اینا اینطوری نیست که مثل شطرنج بیان بازی کنن باش به اون ترتیب. ولی من سلفی رو
بله کمکم میکنن با یه اشاره کوچولو، بعد هم میتونم برم و زمینه مساعدی که وجود داره ازش استفاده بکنم و بکشم دیگران رو. حالا هر چقدر بحران بیشتر، آدمای در واقع بی فرهنگ باز هم بیشتر، این تو زمان بحران به راحتی میشه چیز کرد. مثلا مثل مردم رو، مخصوصا مردم فقیر و بیچاره رو که همیشه در واقع مظلوم واقع میشن و قربانی این جناهای راست افراطی هستن، اصلا چه مذهبی چه حتی اجتماعی، اینا همش اقشار پایینن، چیزی رو ندارن. فرض کن شروع میشه با چی؟ در همین سلف یا در کردستان و قبل از اینش هم در کردستان عراق با چی وارد میشدن؟ یه مرکز بهداشتی، یه سوپرمارکت ارزان، مواد خوراکی و مخصوصا خدمات بهداشتی. و اینا پول میخواد، این خدمات خدماتی نیست که خب. و من با عنوان یه آدمی که دارم خدمت میکنم، خب مردم جلب میکنم به طرف خودم و در اونجا هست که تبلیغات در واقع همه زمینه های مذهبی بی فرهنگی کاملا وجود داره و از اونجا این ما میبینیم این همین کار در لبنان در بسیار از مناطق صورت میگیره، در سودان میبینیم، همه سومالی، واقعا اول با همین زمینه ها شروع میشن، بعد اینطوری کمک میکنن و خودشون ثمره شو دیدن، تحت عنوان هلال احمر اسلامی و همه تمام اینا میکنن و میبینیم در این جاها. و این نکته ها رو برای جلوگیری از رشد در واقع تفکر و مبارزه اجتماعی مترقی به کار میبرن و خیالشون راحته، گیان طرف که سلفی شد، خودمون میدونیم که روحیه انقلابی در روانشناسی انقلابی رو میشناسیم، یه کسی به چیزی بیعت کرد، مخصوصا به صورت بیعت، یعنی قبول بکنه، باور بکنه، دیگه برداشت و باور چیز ساده‌ای نیست. خب حالا میپردازیم به اون جامعه‌ای که در واقع الان مورد نظر ما هست، یعنی کردستان. بله. خب اول از این، تا کنون تمام تفاسیر در رابطه با جریانی به نام داعش خود رو روی فراملی بودن آنها، به عنوان امت بودن آنها قرار میداد، با تمام این که صحبت از اینه که خب ریشه بسیاری از اینا به وهابی ها و سلفی های عربستان سعودی باز میگرده، اما واقعیت امر این است که نگاه جریاناتی چون القاعده، جهادگران و داعش نگاه های فراملیه، حتی در تصاحب یک کشور سرباز مانند یک لژیون سربازان اجیر از کشورهای مختلف عمل میکنن و هیچ نگاه ملی در وجودشون، در تفکرشون وجود نداره. اما با مشاهده پنج یا چند تروریستی که به زبان کردی حرف میزدن، یک باری یک عده خواستن به این یک هیبت منطقه‌ای بدن، ببخشایند، که البته خب بخورده تحلیلگران حقیقی این جهان که در مبارزه با بنیادگرایی هستن نخواهد، در واقع جریان مصرفی صرفا داخلی اون هم برای یک بخشایی خواهد داشت. اما با این حال آقای اردلان، ما تا یه سالهای گذشته به ویژه بعد از انقلاب شاهد حضور نوعی از جریانات تکفیری اسلامیستی بنیادگرایی، بخشیش در اراده حاکمیت مثل مکتب قرآن و نمیدونم غیره که اصلا اون اوائل اینا شروع کردن به پشتیبانی، و بخشی خارج از اراده جمهوری اسلامی دیدیم که در اون جامعه شکل. چگونگی پیدایی اینها در کردستان به طور مشخص به چه دلیل است؟ کیستی اینها چیست؟ چیستی اینها چیست؟ و دلیل پیدایی اینها؟ بله، همین در ادامه همون این صحبت هایی کردن، دقیقا سوال که شما کردین درست در ادامه همون به اصطلاح صحبتیه و این ابزاری که
برای جلوگیری از رشد مبارزات اجتماعی نشون داده خودش. خب میرسیم به قیام ایران. در ایران قیام میشه و در واقع شبکه خفته حق امام بگیر در واقع اسلامی موجود در ایران که حتی اولش خودشو نشون داده بود زمان مشروطه، قبل از مشروطه، تکفیر تنباکو رو، تحریم تنباکو میرزا شیرازی که در دربار برای اعلی حضرت ناصرالدین شاه قلیون چاق نکردن، گفتن آقا گفته حرومه. یعنی ببینیم که ریشه در کجا داشت، ولی تا اون موقع سیاسی نبود و نمیدیدیم، هیچکی نمیدید و اون سیاسی شد و گرفت قیام رو. اما در همین کشور که میراث قاجار بودیم، این مقدارش که مونده اسمش ایران شد، در گوشه از این کشور جای بود که به جمهوری اسلامی بون آریان رو نگفتن. اسم منطقه را من نمیگم مثلا، ولی منطقه بود به جمهوری اسلامی کردستان، به حکومت اسلامی گفتن. گفتن از همون ابتدا گفتن. با این نگفتن به حکومت اسلامی احساس که هویتی پیدا کرد، یه هم میشناد جای هست کردستان به جمهوری اسلامی میگه نه. خب و بعدش میبینیم که چپ میتونه حرف بزنه، سکولارا میتونه حرف بزنه، در جای دیگه نمیتونه حرف بزنه، در جای دیگه اصلا قلم ها رو بشکنه، قلم ها شکسته شد، ولی اونجا میشه حرف زد. چرا؟ برای اینکه این نکته میراث یک نوع یه تاریخ ویژه یه که حالا شانسی که هم کردستان داشته همین میراثی که عرض میکنم خدمت. در همون اواخر قرن 19 که دیگه مشغول میشه که تمام در واقع جغرافیای اون منطقه داره به هم میخوره، از جمله عثمانی و حفظ دولت عثمانی، خودتون میدونین که در اون موقع ادعی بودن به عنوان اینکه میخوان حافظ حکومت خلیفه عثمانی باشن، پان عثمانیزم بودن در واقع، عثمانلی بودن و تا در جنگ اول هم برای حفظ حکومت عثمانی می جنگیدن. یه بخشی از اونا سپاه حمیدیه بود. سپاه حمیدیه رو همون قبل جنگ اول یا همین اواخر قرن 19 هست که شروع میکنن به درست کردن، که عمدتاً از عشایر کرد هست. سپاه حمیدیه خیلی قوی بوده و در جنگ اول هم می جنگیده که یکی از رهبرانشون، رهبر موقع هم مذهبی هم نظامیشون، شیخ نورسی، شیخ سعید نورسی که یکی از در واقع شیوخ بزرگ و اندیشمندشونه که خودشو تابع و ادامه دهنده سید جمال میدونه و مسئله امت مطرحه براش، امت اسلامه. همونطوری که اشاره کردید اینا ملت رو نمیپذیرن، در حالی که در اون موقع تازه مسئله ملی به عنوان مسئله ملی در جایی مثل کردستان تازه داشت شکل میگرفت، رشد میکرد. برای ایران از زمان مشروطه این مسئله ایرانه، ایرانی بودن اینا دور یواش شکل میگیره. یعنی این چیزی که با عنوان ملت ایران میشناسیم، من معتقد به ملت های کهنه نیستم، مردمان کهنه هستن، ولی ملت، پدیده ملت که دو نفر خودشون احساس بکنن با هم دیگه ملتن، اون احساس ملی، اون پیوند ملی، مال بعده، مال خیلی اخیره، مال همین از زمان جنگ اول به بعد. تازه ما هم کشورها بودنهایی که دولت داشتن، بازتابی از ملل در کشورهای اروپایی هم که اونو به راحتی میشه راجبش صحبت که، و تازه جای مثل کردستان که خودش بخشی بود از اون کشوری، مثلا فرق قسمت عمدش در خاک عثمانی بود و اینجوری تقسیم میشه طرف، یواش یواش اونجا مسئله این به وجود میاد. خب اونجا خیلی عشایری بود، خیلی شیخی بود، همین عراق الانش هم میبینیم عشایر عرب توی عراق خیلی قوی هست، یعنی مناطق سنیش بیشتر عشایر در واقع تا بگیم سنی، یعنی اون ساختار عشایریه هنوز مونده. و خب اشاعره کرد میدونی به اشاعره عرب این خیلی از اون در واقع مقربتر و
خودش رو خیلی بالاتر میدونست از اون اشعار عرب جنوبی تر که بهش دولت دادن، بغداد رو درست کردن براش و برای این نداره، یا اون یکی که در سوریه میخوان درست بکنن براش هنوز معلوم نیست. خب اینم منظور که جوانهای مسئله ملی و کرد بودن باستابیست از تمام این پدیده هایی که در واقع شروع شده بود، که یکی از اونا همین مسئله شیخ نورسی هست. و یه نکته هم اشتباه بکنم، شیخ نورسی کسی که همین عبدالله گلن که مخالف در واقع رقیب اردوغانه، عبدالله گلن یکی از پیروهای همین شیخ نورسیه. شیخ نورسی کسی بود مخواسته در مثلا اواخر قرن 19 مخواسته یه مسجدی درست کنه در مقابل مسجد الازهر، که الازهر اون موقع قطبی بوده، این مرکز در واقع دینی اسلامی بوده و چون مصر از حکومت عثمانی دیگه خود مختار شده بود و میرم که مستقل میشد، الازهری رو میخواست از زهرایی رو درست بکنه در ترکیه و سلطان عبدالحمید هم بهش در واقع بوجه شد تعیین کرده بود. این آدم همچین گنده ایه و اینا تابع. جالبه که این خواسته هنوز هم ادامه داره، یعنی 100 سال این کشمکش های همه شون دارن این تو جهان اسلامی ادامه داره. بیگمان در بخواد جامعه عقب مونده در هم میخواد در عقب موندگیش بمونه، تکامل پیدا نمیکنه، به خاطر همینه در خودش و در گندیدگی خودش باز هم باز تولید میشه. در هر حال این شیخ نورسی در جنگ هم شرکت میکنه و به قول خودش اسم خودش هم بدیع الزمان میذاره، تخلص بدیع الزمانی هست و میگه در یک دستم قرآن و در یک دستم تفنگ برای حکومت اسلام میجنگیده. عثمانی شکست میخوره، این آقا دستگیر متفقین میشه و خلاصه بعضی جزوهاش هم هست که خیلی دیگه من این جزوهای شرعی که اونا رو در سنگر نوشته خیلی معتبر براشون. و بعد از اینکه متفقین آزادش میکنن و برمیگرده و بعد دیگه میبینه با آتاتورک هم نمیتونه، آتاتورک چون رفته بود پای مسئله به صدا سکولار و اونم نشد، دیگه میشینه و خودشو به قول معروف تزکیه کردن و کتاب نوشته. حالا تاثیر این رو جامعه کردستانی چه بود؟ حالا در همین جاست که وقتی که این اختلافات یواش شد جوانه ها شروع میشه. اولین جوانه رو میشه گفت سعید پیرام هست، 1923 در آرارات و در کردستان ترکیه است که میاد به شیخ نورسی میگه که الان وقتشه دیگه، وقتیه که هنوز مثلا دولت ترکیه شکل نگرفته و ما هم حقی رو از برای خودمون بگیریم، که در اونجا همین شیخ نورسی که به این عظمت هست و همه تابعشن تکفیر میکنه مسئله ملی رو. مسئله ملی برای مسلمون اون موقع، حالا بگیم کرد بگیم چون حنفی هم بیشتر هستن، به طور کلی برایشون همون حکم شیخ شیرازی رو میده که تنباکو رو تحریم کردن. مسئله ملی برای متدینین اون موقع کرد که تابع این شیخ بزرگ بودن حروم میشه و خوشبختانه دیگر کسی به نام دین قاطی نشد با مسئله که تازه شروع شده بود، مسئله سیاسی اخیر که عبارت باشه از شکل گیری مبارزات ملی در کردستان. در واقع مبارزات ملی از موقع که شروع میشه خوشبختانه خارج و با تکفیر دینی، و این مسئله خوشبختانه باعث میشه که از این به بعدش هم هر کسی بیاد علارغم تمام عقب افتادگی های بگیم نمیدون مدرسه نبوده، صنعت نبوده، چی نبوده، اما از همه خوشبختی تر اینی که دین نبوده. این نکته خیلی مهمه و به خاطر همینه که میبینیم یک رشد مبارزه رو، و این رشد مبارزه رو دوران های مختلفی داره،
به خاطر عقب‌افتادگی‌هاش. تازه خود رشد مبارزه ملی در همین کردستان هم در همه مناطقش میگم بازتابی است از شکلگیری اون دولت ملت هایی که برش حاکم بودن. خب بازتابی اونم باید در نظر بگیر، ولی این زمینه، زمینه در واقع اونطوری که من ببینم زمینه مبارزه در واقع در کردستان که بعد از قیام تنها جایی که میرفت تداوم قیام رو، یعنی قیامی که با سرنگونی شاه در بهمن شروع شد میرفت میشد تداومش در کردستان دید. بخش دوم هرچند این مقدمه به نظر میاد که طولانی شد در شناخت بنیادهای تاریخی نگاه کرد، جامعه کردستانی به مسئله بنیادگرایی اسلامی، حضور اون بنیادگری در جوامع کردستانی و نگاه کرد، اما لازم بود که ما در این اجمال اون نگاه رو همراه داشته باشیم. با ما باشید در بخش دوم به طور مشخص‌تر رو جامعه کردستان ایرانی صحبت خواهیم کرد و به چرایی هایی خواهیم پرداخت که چرا در این جامعه کردستانی نمیتواند نگاه های بنیادگرایانه شکل بگیرد. تا بخش دوم برمونه. جای نرید.